سلام به دوستان عزیزم، امروز خدمتتون اومدم. میخوام براتون یک کیک خوشمزه درست کنم. این کیک خیلی ساده و راحت تهیه میشه. من فردا تولد دختر دوستمه که خیلی هم دوستش دارم، اسمش شبنمه. میخوام براش یک کیک درست کنم. من مواد لازم این کیک رو خدمت شما میگم. 6 عدد تخم مرغ داریم، 90 گرم آرد داریم که من آردو از قبل الک کردم، 150 گرم شکر، مقدار خیلی کمی نمک، 30 گرم هم آرد ذرت. من این کیک رو درست میکنم، تو فر میذارم چون این کیک باید سرد بشه. و این نکته رو که میخواستم خدمتتون بگم، بعد از اینکه کیکتون آماده شد در فرتون رو باز میکنید و کیک رو میذارین حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت با در باز توی فر بمونه تا کیک سرد بشه. اون موقع من برمیگردم خدمت شما و برای تزیین کیک نشونتون میدم. خب این مراحل اولش، تخمرقمونو با شکرمونو تو همزن میریزیم. این مواد خیلی خوب باید با هم مخلوط بشه که یک مایه یه دست و خیلی صاف و خوبی به دست بیادش. این من حدود 10 دقیقه با همزن هم زدم، مایه به این صورت در باید بیاد. یک دست و خوب شده. و اینو بهتون بگم، فر رو از قبل روی درجه 175 بذاریم تا گرم بشه. این کیک بعد به مدت 35 دقیقه تا 40 دقیقه در فر بمونه تا رنگ اون طلایی بشه. خب این آردو داشتیم. آردمون از قبل حتما باید الک بکنید. آردمون رو به تدریج در کیک میریزیم و شروع میکنیم به هم زدن. این کیک خیلی لطیفه. اینا همینجوری به تدریج داخل مایه تخم مرغ و شکرمون میریزیم. خب مقدار کمی نمک داشتیم و آرد ذرتمون. اینا رو آروم هم میزنیم که همه موادمون خوب قاطی بشن. بعد از اینکه موادمون رو خوب با هم مخلوط کردیم، این مواد من در قالب میریزم. من این قالب رو در فر میذارم و بعد از اینکه سرد شد مجددا واسه تزیینش خدمت شما برمیگردم. با سلام مجدد من خدمت شما برگشتم. کیک سرد شده. کیک رو میاریم از وسط به دو قسمت تقسیم میکنیم، دقیقا چون این وسط باید تزیین بشه. مواد لازم برای تزیین این کیک، ما تقریبا حدود 160 گرم مارمالاد لیمو احتیاج داریم، 250 گرم شما میتونین از کوارک وانیل یا اگر ندارین ماست وانیلی استفاده کنین، 250 میلی لیتر خامه، آب یه لیمو ترش، 2 تا قاشق سوپخوری پودر قند. من از این پودری برای فرم گرفتن خامه استفاده میکنم و توت فرنگی برای تزیین. خب من اول ماست وانیلیم یا کوارک وانیلی رو در کاسه میریزم. بعد خامه رو اضافه میکنم. لیمو ترش. دو قاشق پودر شکر داشتم.
از پودر فرم گرفتن فرم برای فرم گرفتن راحت خامه از این پودر استفاده میکنم. همه این مواد رو با همزن شروع میکنم به هم بزنم تا فرمم تا خامم کاملا فرم بگیره. خامه کاملا فرم گرفته، به این صورت باید در بیاد. خب ما مارمالاد لیمو داشتیم. اول این مارمالاد رو کاملا روی کیکمون آغشته میکنیم. به این صورت که کاملا روی سطح کیکو بگیره. کاملا آغشته شد این سطح کیکمون به این مارمالاد. از این مواده که خامه‌مون تقریبا نصفشو ما روی این سطح مارمالاد میمالیم و نصفشو واسه تزیین روی کیکمون استفاده میکنیم. خب این نصف کیکمونو که ما بریده بودیم به این صورت داخل روی کیکمون میذاریم، به این صورت. خب بقیه خامه رو کاملا روی سطح کیک و بغلای کیک میمالیم. من سطح کیک رو کاملا با خامه و ماست وانیلی یا کوارک وانیلی پوشوندم. ما 10 تا توت فرنگی داریم. البته این توت فرنگی های من یکم بزرگه، ولی شما اگر میتونین از توت فرنگی های کوچیکتر میتونین استفاده کنین و همین جوری به این صورت اینا رو روی کیکتون قرار بدین. اینم از کیک امروز ما. این کیک خیلی خوشمزه، ممکنه یک کمی وقتتون رو بگیره به خاطر تزیینش، ولی ارزشش رو داره چون فوق‌العاده این کیک خوشمزه. خب من این تیکه براتون این کیک خوشمزه رو میبرم با اجازتون. وسطش با اجازتون میذارم تو دهنم، به نظر میاد خیلی خوشمزه شده باشه. محشره. این کیک برای شبنم عزیزمه. الان میخواییم با اجازتون با چایی بخوریم. الان شبنم، دوستم شیرین، مامان عزیزم، کیان عزیز همه جمعن. میخواییم با جاتون خالی الان با چایی بخوریم. تو برنامه بعد همه تون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.